سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 5 ماه جدی سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه دسامبر سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خواسته کمیسیون مستقل انتخابات از دادگاه عالی. واکنش وزارت امور داخله در برابر عملیات نیروهای خارجی بر یک شرکت تجارتی در کابل. و واکنش کابل و واشنگتن در برابر عمله انتحاری اخیر در پاکستان. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی دادگاه ویژه‌ای را برای حل قضایای حقوق انتخابات پارلمانی منظور کرد. پیش از این دادگاه عالی گفته بود که به موضوعات انتخابات پارلمانی در دو دادگاه جداگانه فیصله می شوند که بخش نخست آن ادعای سارن والی را بر اعضای کمیسیون انتخاباتی در دادگاه جزایی فیصله می کند و بخش دوم آن ادعاهای حقوقی شمار از نامزدان معترض هستند که دادگاه ویژه در این باره فیصله خواهد کرد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از دادگاه عالی میخواهد که پرونده های انتخابات پارلمانی را بر بنیاد قوانین کشور فیصله کند. این کمیسیون هشدار میدهد آن حلقه‌هایی که دست به دستاویز های غیرقانونی متوسل شوند به همان اندازه قانون شکن معلوم خواهند شد. در این حال کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که اگر دادگاه عالی در پرونده های انتخاباتی عمل های جرمی را دریافت نماید از فیصله آن استقبال میکند. کمیسیون مستقل انتخابات بررسی های نهادهای قضایی را درباره مشکلات انتخابات پارلمانی، مداخله حکومت و این نهادها در کار این کمیسیون میداند. از لحاظ قانونی و حقوقی و قوانین نافذ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دستاویز قانونی به خاطر مداخله نهادهای حکومتی، دستگاه عدلی و قضایی در امور انتخابات بر اساس قانون وجود نداره. بنابراین ما امیدوار هستیم که و از دادگاه عالی افغانستان متوقع است که بر اساس قانون فیصله بکنند. این کمیسیون تاکید می‌ورزد که اگر دادگاه عالی عملهای جرمی را در جریان تحقیق در پرونده های انتخاباتی دریافت نماید، باید بر بنیاد قوانین کشور فیصله صورت گیرد. حلقه های حاشیه ساز انتخابات ولسی جرگه 1389 به این نکته باید توجه داشته باشند که به هر اندازه‌ای که به دستاویزهای غیرقانونی متوسل شوند به همو اندازه قانون شکنتر معلوم خواهند شد. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید برخی از نهادها میخواهد که با استفاده از موزلات انتخاباتی دست به تفسیرگرایی بزنند. اگر نهادهای بخواهند علارغم روشن بودن قانون انتخابات و صلاحیت های کمیسیون شکایت انتخاباتی با توسل به تفسیرگرایی عمل بکنند، دیگر مشکلی هست که در واقع بین ولسی جرگه حکومت و دستگاه قضایی افغانستان هست که هیچ ربطی به کمیسیون شکایت انتخاباتی ندارد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تمامی کارهای این نهاد را قانونی می داند و هشدار می دهد که این کمیسیون هیچگاه تن به قانون شکنی نخواهد داد. وزارت امور داخله در واکنش به عملیات نیروهای خارجی بر یک شرکت تجارتی در کابل یک مقام بلند پایین وزارت را برکنار کرد و نیز وظیفه یک مقام دیگر این وزارت را به حالت تعلیق درآورد. در این عملیات نیروهای خارجی که دو نگهبان این شرکت کشته شدند، رئیس این شرکت خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این رویداد هست. در این حال پلیس کابل این عملیات را غیر قانونی می داند. پس از گزارش امنیت ملی درباره تهدید شدن سفارت ایالات متحده آمریکا و کاخ ریاست جمهوری، نیروهای خارجی بامداد روز جمعه بر یک شرکت بازرگانی در شهر کابل عملیات کردند. در این عملیات دو نگهبان این شرکت کشته شدند و دو نگهبان دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله در حالی که این رویداد را نکوهش می کند، از آغاز بررسی های جدی در این باره خبر می دهد. در نتیجه معلوم شد که خلاف طرز العمل هم قوت های بین المللی این عملیات را اندازی کردند و یک واحد افغانی که در عقب امین قوت بود و در عملیات شامل نبود، ای هم خلاف طرز العمل ای کار را کرده بودند. به می دلیل
رهبری وزارت امور داخلی افغانستان دیروز یک تن از جنرالانی که مسئولیت قطعات خاص پلیس افغانستان را به عهده داره وظیفه‌اش را به تعلیق درآورد و خودش را به تحقیق معرفی کرد. ثانیاً یک تن از دگروالانی که مسئولیت مدیریت تعقیب و جستجوی ریاست مبارزه با جرایم را به عهده داره او را هم از وظیفه سبکدوش و به تحقیق معرفی کردند. نیروهای ایساف شرکت افغان تایگر را یک شرکت خصوصی امنیتی گفته است، اما رئیس شرکت افغان تایگر میگوید که این شرکت یک شرکت بازرگانی و ساختمانی است. ما عرایض خود به مقام محترم ریاست جمهوری، استرم محکمه، لوی سارنوالی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت دولتی رسما ما عرایض دادیم که قضیه بازپرس شود و به محکمه کشانده شود و که تا در هاینده مردم بیچاره و مظلوم افغان ما تحت تهدیدهای برناق نیروهای ایساف و نیروهای ائتلاف قرار نگیرند. مسئولان این شرکت و پلیس کابل میگویند که نیروهای خارجی پذیرفتند که این عملیات در نتیجه ادلات نادرست صورت گرفته است و نیز از این شرکت پوزش خواستند. اینا با ایجاد ترس، ربط با فایرهای متواتر، انفجار دروازهای مردم آمدند در کابل اوالی ساعت یک شب، بسیار بی‌نظمی ایجاد کردند و بالاخره اطلاعات از اینام غلط بود. تیم بررسی ما در اوجه موجود بود، هیچ چیزی که مبنی به این بوده باشه که در اینجا کدام تروریست یا جنایتکار بوده باشه موجود نیست. بنابراین ما این عملیاتشان هم محکوم میکنیم. در همین حال ایساف کشته شدگان این عملیات را افراد مظنون به هراس افغانی مینامد. ایساف در یک خبرنامه ای از وجود دو موتر پر از مواد انفجاری نیز در این شرکت نگاشته است، اما پلیس کابل میگوید که هیچ نشانه ای از همدستی این شرکت با هراس افغانان به دست نیامده است. در همین حال 57 شرکت خصوصی امنیتی که به گونه غیرقانونی فعالیت داشتن منحل شدند. وزارت امور داخله از تلاش‌ها برای منحل سازی شرکت‌های خصوصی امنیتی که به گونه غیرقانونی فعالیت دارند خبر می‌دهد. سخنگوی وزارت میگوید که قرارگاه‌های نظامی بیشتر از 30 شرکت خصوصی امنیتی که در داخل کابل فعالیت می‌کردند و بیرون شهر انتقال داده شدند. وزارت امور داخله میگوید که گشت و گذار نگهبانان مسلح شرکت‌های امنیتی خصوصی در شهرها و روستاها ممنوع اعلام شده است. بعد از این نمی‌توانند با 234 را به واسطه پر از پرسنل امنیتی شخصی و پیکا و راکت و کلاشینکوف در داخل شهر بیایند و یا به قریجات برند و مردم را اذیت و آزار بکنند. در همین حال سخنگوی این وزارت میگوید که در هفته گذشته رویدادهای هراس افغانانه نسبت به هفته پیشتر افزایش یافته است. بیشتر این فعالیت‌ها در ولایت‌های کندهار، هلمند، کنر و کندز انجام شده است. 155 تن مظنون یا افرادی که در اعمال تخریبی و فعالیت‌های تخریبی دست داشتند توسط پلیس دستگیر گردیدند. سخنگوی این وزارت میگوید که تلفات غیر نظامیان در این هفته 80% کاهش یافته است، اما تلفات پلیس 50% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد آمارهای این وزارت در هفته گذشته 21 پلیس در رویدادهای گوناگون کشته شدند. ماموریت نظامی نیروهای کانادایی در کندهار تا سال آینده به پایان میرسد. وزیر دفاع کانادا که در یک سفر 4 روزه به افغانستان آمده بود میگوید که با پایان ماموریت نیروهای کانادایی در کندهار این کشور در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی سهم خواهد گرفت. وزیر دفاع کانادا در جریان سفر 4 روزه‌اش از افغانستان و دیدار با سربازان این کشور میگوید که کانادا در جریان ماموریت نظامی‌اش در افغانستان دستاوردهای خوبی داشته است. نیروهای کانادایی برای دفاع از کشور خود و کمک با مردم افغانستان در زمینه بازسازی این کشور خدمت نموده و قربانی می‌دهند. افغانستان بر نهادها و زیربناهای متکی خواهد بود که کانادا در ایجاد آن کمک می‌کند. در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی می‌گویند که با حضور سربازان کانادایی در کندهار تغییراتی در بخش‌های امنیت و بازسازی صورت نگرفته است. اگر اینا کارهای خوب میکردن حداقل باز حاجتی از اینا بود که امریکایی ها برای و انگلیسی ها برای و در چیز عملیات های بسیار گسترده سازماندهی کنه در قندار.
وی میگوید که نیروهای خارجی به ویژه کانادایی در آموزش تجهیزاتی که خودشان استفاده میکنند نیروهای افغان را همکاری کنند و این تجهیزات را به دسترسشان قرار دهند. وزیر دفاع کانادا تاکید میکند که ماموریت نظامی این کشور به رهبری ناتو را در ولایت کندهار در ماه جولای سال 2011 به پایان میرسانند و ماموریت غیر نظامی را در کابل در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان متمرکز خواهد کرد و تا سال 2014 ادامه خواهد داشت. مقامات ایرانی تعهد کردند که به زودی تانکرهای مواد نفتی که در مرز این کشور متوقف هستند اجازه ورود را به افغانستان خواهند یافت. وزیر تجارت و صنایع که در حال حاضر در ایران است میگوید که معاون اول رئیس جمهور کرزی با همتای ایرانیش بر اجازه دادن ورود تانکرهای مواد نفتی به افغانستان توافق کرده است. در حالی که از چند روز بدین سو ایران مانع آمدن صدها تانکر نفتی به افغانستان شده است، در دیدار معاونان اول رئیس جمهوران هر دو کشور، هر دو جانب بر این توافق کردند که دوباره به تانکرهای نفتی اجازه آمدن به افغانستان داده شود. وزیر تجارت افغانستان میگوید که ایران قرار است به روز یکشنبه اجازه آمدن تانکرهای نفتی را به افغانستان بدهد. روز ما با امرای معاول رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که تانکرها را بگذارن به افغانستان بروند و بعد از مجلسی که با امرای رئیس جمهور هم داشتیم اونا هم ایره تایید کردن. اونا به این نظر بودن یا برایشان بعض معلومات رسیده بود که بعضی از مواد سوختی که از را ایران به افغانستان میاید به مقاصد حربی ناتو از استفاده میشه. اول معلومات ما جویت درشان نمیده و ما برای اونا گفتیم که در مقاصد ملکی افغانستان از استفاده میشه. گفته نیست که در حدود 30% مواد سوخت مورد نیاز افغانستان از مرز ایران وارد افغانستان میشود. رئیس معرف ولایت کندهار میگوید که علت بسته شدن مکتب ها در این ولایت تنها مخالفان مصالحه دولت نه، بلکه اختلاف نظرها میان قوم ها و نبود آموزگاران نیز از علت های هستند که مکتب ها در این ولایت بسته شدند. در حال حاضر 127 مکتب در ولایت کندهار برای دانش آموزان بسته هستند. رئیس معرف ولایت کندهار از نبود آموزگاران در این ولایت سخن میگوید و نبود آموزگاران و اختلاف قومی را در برخی از بخش های این ولایت چالش های عمده در برابر معارف میداند. وای میگوید که پس از این نظارت بر مکتب ها بیشتر خواهند شد. باید درکم در مخیم ما اول چیز موج اول سوالی که مکتبونه ایواز لامین جنگ ندی نه امنی نده چیز را سویدی بلکه پدیر اول سوالی که زم معلوم شد نشتون لرم چالتا کتا نده ده تم سپارق هم نلرم زیوت وادم. گفته نیست که در حال حاضر در ولایت کندهار 140,000 دانش آموز مصروف فراگیری دانش هستند، در حالی که شمار دانش آموزان در این ولایت به بیش از 300,000 می رسید. شمار از خانواده های بازگشت کننده از کشورهای همسایه در ولایت بلخ کمک شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان غذای جهان به بیشتر از 1,000 خانواده بازگشت کننده کمک کردند. از سوی دیگر رئیس امور مهاجران ولایت بلخ این کمک ها را بسنده نمی داند و از نهادهای کمک کننده می خواهد که در این زمینه توجه بیشتر داشته باشد. رئیس امور مهاجران ولایت بلخ میگوید که این نهادها برای خانواده های بازگشت کننده آرد، زغال سنگ و لباس زمستانی کمک کردند. ما از مؤسسات کمک کننده و بعضی دونرها تقاضا داریم که به این عرصه مورد کمک و همکاری بکنند و البته این پروگرام ما برای عودت کننده های 2010 است و به جو شده یعنی سال 2010 است. از سوی هم خانواده های کمک شده از این کمک ها خوشنود به نظر می رسند، اما خواهان ادامه این کمک ها هستند. ما واسه توان خریدن مواد سوخته هم نداریم و از آردم در نهایت صفر هستیم. را یک وثاق میدی هیچ چی نداری که آتش کنی، بخاری نداریم، شما به بخاری ما این بشینیم از جدا نمیتنیم. نم که میزگره دیگه، کرای خانه، خرج خانه، چیزی نداشتیم، نمیتونه دیگه. تو گشنه، تشنه، کرای اولی بشینید، این کنا بشه پوره کنید. رئیس امور مهاجران ولایت بلخ میگوید که در 8 سال گذشته بیش از 16,000 خانواده افغان از کشورهای ایران و پاکستان بازگشتند که بیشتر آنان در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند.